در افغانستان حملات هدفمند 35 درصد و حملات انتحاری 78 درصد افزایش یافته است. اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار روز سهشنبه با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که شواهد امنیتی نشان می‌دهد که حمله های انتحاری و قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافته است. سیگار بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در اوایل جوان سال جاری وضعیت امنیتی در افغانستان را همچنان ناپایدار اعلام کرده است سیگار افزوده که بر اساس این گزارش ترور یا قتل های هدفمند 35 درصد بیشتر شده و حملات انتحاری نیز 78 درصد افزایش یافته ولی در مجموع حوادث امنیتی در سراسر افغانستان در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است این گزارش افزود که سازمان ملل از 15 فوریه 2018 تا 15 می 2018 میلادی 5675 مورد حوادث امنیتی را در سراسر افغانستان ثبت کرده که در مقایسه با دوره مشابه در سال 2017 7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این حال بر اساس این گزارش روزانه به طور متوسط بیشتر از 63 حادثه امنیتی در افغانستان رخ داده و سال گذشته این تعداد بیش از 69 مورد بوده که در مجموع حوادث امنیتی حدود 33 دهم مورد کاهش یافته است در این حال بر تعداد حملات انتحاری و ترور که اکثرا شیعیان این کشور را به شکلی سیستماتیک هدف قرار می‌دهد افزوده شده است لازم به ذکر است اکثر قربانیان اقدامات تروریستی سنی های تندرو را شیعیان افغانستان تشکیل می دهند. هرچند تروریست ها گاهی نیروهای افغان و یا نیروهای خارجی را نیز هدف قرار می دهند.